سلام، به کانال دکتر رویت خوش اومدین. تو این قسمت از آموزش می‌خوایم بپردازیم به طراحی کامپوننت کالم یا ستون‌های مرکب. پس در ابتدای کار از قسمت فایل نیو فامیلی گوشه انگلیش وارد محیط متریک استراکچرال کالم میشیم. یو ان کیبورد رو میزنیم و واحد کاری رو به سانتیمتر تبدیل میکنیم. از قسمت کرییت اکستروژن انتخاب بشه، ابزار سیرکل 4 تا مقطع دایره شکل رو به این شکل ترسیم میکنیم. مقطع اول انتخاب بشه، گزینه سنتر مارک ویزیبل رو فعال میکنیم. برای تمامی مقاطع این کار رو انجام میدیم و با استفاده از گزینه الاین تمامی مقاطع رو هم مرکز میکنیم با این رفرنس لاین ها. افت بشه خب تمامی خط اندازه ها زده بشه. خط اندازه ها انتخاب بشه و یک پارامتر به نام پارامتر R1 رو براش در نظر میگیریم، حالت تایپ. اوکی، از قسمت فامیلی تایپ به شعاع 10 سانتی متر اون رو تغییر میدیم. فینیش، برمیگردیم به نمای فرانت، ابزار الاین انتخاب بشه و رفرنس پلین انتخاب بشه، کلیک، قفل. خب الان برمیگردیم به رفرابل و از قسمت فامیلی تایپ پارامتر عمق و عرضمون رو به طول عرض تغییر میدیم، L1. اوکی، و پارامتر عرض 1. اوکی اوکی. خب از قسمت فایل نیو فامیلی وارد محیط متریک جنریک مدل میشیم. بلافاصله یو ان کیبورد رو میزنیم و واحد کاریمون رو به سانتی متر تغییر میدیم. اوکی، از قسمت کرییت رفرنس پلین انتخاب بشه و 4 تا خط رفرنس پلین رو به این شکل ترسیم میکنیم. از قسمت انوتیت الان انتخاب بشه و خط اندازه ها زده بشه، EQ حتما زده بشه. و یک پارامتر طول و عرض رو برای اینها در نظر میگیریم، این باشه پارامتر طول ما، L2. اوکی، این هم پارامتر عرض 2، حالت تایپ. اوکی، به فامیلی تایپ میریم و ابعاد پانلمون رو 60x60 میذاریم. اوکی، از قسمت کرییت سویپ انتخاب بشه، اسکچ پد، ابزار پیکلان رو انتخاب میکنیم و به این شکل پیک میزنیم. تیریم انتخاب بشه و این خطوط رو به هم متصل میکنیم. فینیش، ادیت پروفایل انتخاب بشه و در نمای لفت میریم و یک مقطع دایره شکل رو ترسیم میکنیم. خط اندازه زده بشه، یک پارامتر به نام پارامتر R2 رو براش در نظر میگیریم،
اوکی، از قسمت فامیلی تایپ این پارامتر رو به پارامتر R2 رو به 5 سانتی متر تغییر میدیم. فینیش، فینیش، به نمای سبودی میریم، به نمای فرونت میریم، از قسمت کرییت رفرنس پلین انتخاب بشه و یک خط رفرنس رو به این شکل ترسیم میکنیم. برمیگردیم به رفرول، از قسمت کرییت ست انتخاب بشه و صفحه کاری رو توی رفرنس پلین راستی قرار میدیم. به نمای لفت میریم، از رفرنس لان ها یک خط رفرنس رو به این شکل ترسیم میکنیم. الان باید خط رفرنس لاین رو به رفرنس پلین ها قفل بکنیم. الان انتخاب بشه و به این شکل با استفاده از کلید تب پوینت رو انتخاب میکنیم و کلیک. خب برمیگردیم به رفرول، از قسمت کرییت ست انتخاب بشه و صفحه کاری رو روی رفرنس پلین پایینی قرار میدیم. به نمای بک میریم، رفرنس لاین انتخاب بشه و یک لاین رو به این شکل ترسیم میکنیم. الان انتخاب بشه، رفرنس پلین انتخاب بشه و با استفاده از کلید تب پوینت انتخاب بشه، کلیک. باز برمیگردیم به رفرول، از قسمت کرییت ست انتخاب بشه، صفحه کاری رو روی رفرنس پلین چپی قرار میدیم. به نمای لفت میریم و رفرنس لاین انتخاب بشه و یک رفرنس لاین رو به این شکل ترسیم میکنیم. ابزار الان انتخاب بشه، با استفاده از کلید تب پوینت انتخاب بشه، کلیک، پوینت. برمیگردیم به رفرول، از قسمت کرییت ست انتخاب بشه، صفحه کاری رو توی رفرنس پلین بالای قرار میدیم. به نمای بک میریم و رفرنس لاین انتخاب بشه، یک رفرنس لاین رو به این شکل ترسیم میکنیم. ابزار الان انتخاب بشه، با استفاده از کلید تب پوینت رو انتخاب میکنیم و قفل میکنیم. به نمای سه‌بعدی میریم. الان از قسمت کرییت سویپ انتخاب بشه، پیک پاس، یکی از خطوط رو انتخاب میکنیم، فینیش، ادیت پروفایل. با استفاده از ابزار سیرکل یک مقطع دایره شکل رو به این شکل ترسیم میکنیم. از قسمت انوتیت رادیال انتخاب بشه، یک خط اندازه رو برای اون در نظر میگیریم، خط اندازه انتخاب بشه و یک پارامتر به نام پارامتر R3 رو حالت تایپ برای اون ایجاد میکنیم. به فامیلی تایپ میریم و پارامتر R3 رو میذاریم 3.5 سانتیمتر. اوکی، فینیش. خب همین مقاطع رو برای سایر خطوط هم ایجاد میکنیم.
خب تمامی مقاطع رو ایجاد کردیم. خب الان به نمای فرونت میریم و از قسمت انوتیت الان انتخابش و یک خط اندازه رو ایجاد میکنیم، یک پارامتر به نام پارامتر H1 رو براش در نظر میگیریم، به فامیلی تایپ میریم و ارتفاع این قسمت رو 80 سانتی متر در نظر میگیریم. الان پانل لود بشه به فامیلی 1، از قسمت کرییت کامپوننت انتخاب بشه، یک پانل رو ایجاد میکنیم با استفاده از ابزار الاین. این پانل رو هم مرکز میکنیم با این قسمت 4 تا ستون. قفلش حتما زده بشه. به نمای 3 بعدی میریم. خب به قسمت فامیلی تایپ میریم و یک کمی ضخامت ستون ها رو بیشتر در نظر میگیریم. برمیگردیم به نمای فرونت، پانل انتخاب بشه، ابزار اری و یک کپی به ارتفاع 80 سانتی متر ایجاد میکنیم به تعداد 6 تا. به نمای سبودی میریم. خب برمیگردیم به نمای فرانت، اری انتخاب بشه، از قسمت لیبل اد پارامتر رو میزنیم و یک پارامتر نامبر رو براش ایجاد میکنیم، حالت اینستنس. اوکی، انوتید انتخاب بشه و با استفاده از ابزار الاین یک خط اندازه رو ایجاد میکنیم. خط اندازه انتخاب بشه و یک پارامتر به نام پارامتر اچ دو رو براش ایجاد میکنیم. اوکی، خب الان به فامیلی تایپ میریم و یک رابطه رو برای پارامتر نامبر در نظر میگیریم، میگیم که ارتفاع کلمون تقسیم بر ارتفاع پانل بشه. پس میگیم که H2، از اینجاها کنترل سی رو میزنیم، H2 تقسیم بر 80 سانتی متر. اوکی، به نمای سه بعدی میریم. خب برمیگردیم به رفرول، الان ابعاد پانل رو یکم بزرگتر در نظر میگیریم، از قسمت فامیلی تایپ پارامتر طول و عرضمون رو میذاریم 60 سانت در 60 سانت. اوکی، به نمای سه بعدی میریم و میبینیم که به خوبی این ستون مرکب برای ما ایجاد شد. خب امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو ببرین. حتما سابسکرایب کنید، لایک و شیر یادتون نره و تا آموزش بعدی خداحافظ.